صدها نفر در سراسر سر اردن در اعتراض به مرگ شش نفر به علت قطع اکسیژن در بیمارستان شهر سالت و همچنین علیه که مقررات کرونایی به خیابان ریختند جزئیات بیشتر در گزارش شهرام بهرامی نژاد به گزارش رویترز معترضان شعار میدادند ما از کرونا نمی ترسیم. یکی از آنها به رویترز گفت در اعتراض به مرگ فاجعه بار بیماران به علت قطع اکسیژن در بیمارستان و علیه مقررات کرونایی به خیابان آمده است. معترض دیگری خواستار برکناری دولت و محاکمه مسئولانی شد که در مرگ شش بیمار در بیمارستان مقصر بودند. ملک عبدالله پادشاه اردن در اقدامی که گفته می شود برای آرام کردن معترضان بود از این بیمارستان دیدار کرد. نخست وزیر نیز ضمن اعلام برکناری وزیر بهداشت گفت مسئولیت مرگ بیماران را به عهده می گیرد. آنچه اتفاق افتاد یک اشتباه بزرگ غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه است. من و دولت شرمنده و مسئولیت آن را به گردن می گیریم. اقتصاد اردن در دوران کرونا آسیب جدی دیده است. به گزارش رویترز نرخ بیکاری به 24 درصد افزایش یافته است. معترضان دولت را برای وخامت اوضاع اقتصادی مقصر می دانن. و راه بهبود را در پایان دادن به مقررات کرونایی می دانند. به استناد دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز بیش از 470 هزار مورد ابتلا به کرونا در اردن به ثبت رسیده است و بیش از 5300 نفر جان خود را از کووید 19 از دست دادند. شهرام بهرامی نژاد صدای آمریکا واشنگتن